روز بصیرت 9 دی ماه رو خدمت همه دوستان مسجدی عزیز و خدمت حاج آقای مکرم حضرت حجت الاسلام واحدی تبریک عرض میکنم. من فقط یه نکته بگم راجع به این تصاویری که دیدید. در اوج اون اتفاقاتی که سال گذشته روی داد، اولین دیدار دانشجویی و جوانان با حضرت آقا بود این دیدار، که یعنی همه دلهای خیلی پری داشتن و آقا هم در اوج مظلومیت. بالاخره خاطرتون هست حداقل نزدیک یک هفته سکوت مطلق بود، غیر از 2-3 نفر کس خاصی صحبت نکرد و خواص بعضیاشون سکوت کرده بودند. ولیکن جوانها با حضرت آقا بودن، در رکابشون بودن و تو اون جلسه میخواستن ابراز ارادت بکنن. صلواتی رو خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. از راه دور تقدیمشون میکنیم انشاءالله که حضرت صاحب زمانم راضی باشن. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب این تب بیقرار شما خواست عرض ارادتی بکند، دست کم از دل شکسته تان واجه هایم ایادتی بکند. چشم بد دور عمرتان بسیار، کس نبیند ملالتان آقا. ما نمردیم خون دل بخوری، تخت باشد خیالتان آقا. چیست روباه در مصاف شیر، چه نیازی به امر یا گفته؟ تو فقط ابرویی به هم آور، می شود خواب دشمن آشفته. هست خاموشیت پر از فریاد، در تو آرامشی است طوفانی. الذی انزل السکینه تو را کرده سرشار از فراوانی. واژه ها از لبت تراویدند، پر صلابت پر عاطفه پر شور. آفریدند در دل مردم عزت آمادگی حماسه حضور. این حماسه همه ز یمن تو بود، گرچه از آن مردمش خواندی. رهبرا تا ابد ولی محبوب، در دل عاشقان خود ماندی. سهم دلدادگان تو سلوی، قسمت دشمنان تو سجیل. رهبری نیست در جهان جز تو، که ز امت چنین کند تجلیل. نسل سوم چون نسل اول هست، با شعف با شعور با باور. نسل سوم چون نسل اول هست، با شعف با شعور با باور. جاری است انقلاب چون کوثر، هان فصل لربک وانحر. گرچه در باغ سینه داری لطف ها مهر ها محبت ها، گفتی اما نمی روی چو حسین، تا ابد زیر بار بدعت ها. ناگهان در نماز جمعه شهر، عطر محراب جمکران گل کرد. بغض تو تا شکست بر لبها، ذکر یا صاحب الزمان گل کرد. جان ایران چه شد که جانت را، جان ناقابلی گمان کردی؟ آب روی همه مسلمانان، اشک ما را چرا روان کردی؟ جسم تو کامل است ناقص نیست، می دهد عطر یک بغل گل یاس. دستت اما حکایتی دارد، رحم الله عمی العباس. صلوات خط الله. خیلی استفاده